سلام خدمت شما شاگردان پرتلاش مکتب هادی و درس آموزش درس کیمیا خوش آمدید. امروز درس دوم از فصل پنجم کیمیا صنف هشتم رو در خدمت شما عزیزان هستیم. نمبر ارتباطی برنامه 20964780255413 است. از این طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید. اگر کدام سوالی دارید یا پیشنهادات دارید میتونید با از طریق این نمبر با ما ارتباط بگیرید. موضوع این فصل در رابطه با مرکبات اکسایدها مرکبات اکسایدها است. و اهداف درسی که امروز ما شما میخواهیم دنبال کنیم در رابطه با نامگذاری اکسایدها میباشه. ما شما امروز یاد خواهیم گرفت که چه قسمی میتونیم اکسایدهای فلزی را نامگذاری کنیم و همچنان اکسایدهای غیر فلزی را چه قسمی میتونیم نامگذاری کنیم. با آغاز درس امروز با ما همراه باشید. و اما نامگذاری اکسایدهای فلزی چه قسمی است؟ به طور کلی اکسایدهای فلزی به دو طریقه نامگذاری میشن. به طریقه معمولی و به طریقه آیوپک که هر کدام را جداگانه با هم یک جای کار میکنیم. اما نامگذاری اکساید فلزات به طریقه معمولی چه قسمی انجام می شود؟ اگر بخواهیم به طریقه معمولی اکساید فلزات را نامگذاری کنیم به صورت زیر عمل می کنیم. ابتدا نام فلز مورد نظر را نوشته می کنیم و بعد از او کلمه اکساید را به آن علاوه می کنیم. با توجه به فرمولی که برای شما گفته شد یک سوال در رابطه با نامگذاری اکسایدهای فلزات کار می کنیم. سوال قسمی است نام اکسایدهای زر را نوشته کنید. فرمول ها یا مولکول هایی که برای شما داده شده است Na2O, CaO و BaO هست. این سه مرکب یا سه فرمول را بر روی تخته سیاه با هم یک جای نوشته میکنیم و نام اکساید مورد نظر را با توجه به فرمولی که پیشتر برایتان گفته شد با هم نوشته میکنیم. خب در نامگذاری اکسایدهای فلزات اول نام فلز را نوشته می‌کنیم و بعد کلمه اکساید را. مرکباتی که برای شما داده شده است Na2O CaO و BaO یا اکساید باریه. هر کدام از این فرمول‌ها را با هم نامش را نوشته می‌کنیم. خوب دقت کنید شاگردها، در فرمول اول گفتیم در نامگذاری نام فلز را نوشته میکنیم بعد کلمه اکساید را. نام فلز مرکبی که برای شما نوشته شده است سدیم است، درست است؟ پس اول نامش را نوشته میکنیم، نام فلز و بعد از او کلمه اکساید را با آن علاوه میکنیم. پس نامش چی میشه؟ سدیم اکساید. مرکب دوم را دقت کنید، نام فلز چی است؟ کلسیم.
بعد از او چرا علاوه میکنیم کلمه اکساید. نام مرکب مورد نظر چی میشود؟ کلسیم اکساید. مرکب بعدی رو دقت کنید، نام فلز مورد نظر باریم. بعد از او کلمه اکساید رو علاوه میکنیم. نام مرکب چی میشه؟ باریم اکساید. به این ترتیب شما براحتی میتونید نام اکساید های فلزات رو براحتی نوشته کنید. اول نام فلز مورد نظر و بعد کلمه اکساید رو به آن علاوه میکنید. خب شاگردای عزیز، خوب دقت کنید، در رابطه با نامگذاری اکسایدهای فلزات یک نکته است که این نکته رو خوب دقت کنید و توجه داشته باشید. ما در تعاملات کیمیاوی فلزاتی داریم که دارای چندین ولانس می باشد. به عنوان مثال اتم آهن رو اگر شما در تعاملات کیمیاوی دقت کرده باشید، هم به صورت Fe مثبت 3 موجود است و هم Fe مثبت 2، یعنی دارای هم ولانس مثبت 3 است هم ولانس مثبت 2 است. بچنین فلزات گفته می شود که دارای چندین ولانس است. اگر در اکساید فلزات فلز مورد نظر دارای ولانس پایین باشد، در این صورت نامگذاری آن قسمی انجام می شود. بعد از اینکه نام فلز را نوشته کردید، پسوند O, U, S را به آن علاوه میکنید و در آخر هم کلمه اکساید را به آن علاوه میکنید. اما اگر در ساختار اکساید فلزات فلز مورد نظر دارای ولانس بلند باشد، در این صورت نامگذاریش قسمی انجام میشود. بعد از اینکه نام فلز را نوشته کردید، پسوند آی سی را با آن علاوه میکنید و در آخر هم کلمه اکساید را با آن اضافه میکنید. پس با توجه به این نکته‌ای که برایتان گفته شده است که اگر دارای فلز دارای ولانس پایین باشد از پسوند او یو اس و اگر دارای فلز دارای ولانس بلند باشد از پسوند آی سی استفاده میکنیم، برویم با هم سوال در این رابطه کار کنیم. سوال قسمی است، نام اکسایدهای زران نوشته کنید. دو مرکب برای شما داده شده است، Cu2O و CuO. نام هر کدام را با هم یک جای بر روی تخته سیاه نوشته میکنیم. خوب دقت کنید، با توجه به نکته‌ای که بیشتر برایتان گفته شد، در نامگذاری اکساید فلزات به طریقه معمولی اگر فلز دارای ولانس پایین باشد از پسوند او یو اس و اگر فلز دارای ولانس بلند باشد از پسوند آی سی استفاده میکنید. دو مرکب برای شما داده شده است که نام آنها گفته نوشته کنید. خب مرکب اول را دقت کنید،
برای نوشتن نام آن اول نام فلز را نوشته میکنیم. نام فلز به طریقه معمولی نام معمولی CU می شود کاپیر. خب چون دارای ولانس بلند است، خوب دقت کنید شاگردا. ما در این قسمت برایتون ولانس را مشخص میکنم. در مرکب CU2O دقت کنید، اتم اکسیژن در تعاملات کیمیاوی گفتیم که در جلسات پیش در تعاملات کیمیاوی همیشه دارای ولانس چی است؟ منفی 2 است. اتم اکسیژن دارای ولانس منفی 2 است. خب برای CU اگر ولانس آن مثبتی 1 باشد و در فرمول نویسی شما می دانید که ولانس ها چی می شود؟ جای به جای می شود. علامت مثبت و منفی حذف می شود و اعداد انیون برای کتیون نوشته می شود و از کتیون برای انیون نوشته می شود. به این صورت فرمول به دست می آید. خب وقتی که جای به جای می شود ولانس ها، ساختار چی می شود؟ CU2O1 را نوشته نمی کنیم. پس یافتید که در CU چارچان یا ولانسان مثبتی 1 است. اما به ساختار دوم دقت کنید. CuO اکسیژن را گفتیم که همیشه دارای چی است؟ دارای ولانسی منفی 2 است. CU را دقت کنید، اگر دارای ولانس مثبتی 2 باشد، عنصر CU هم به صورت مثبت 2 یافت میشه، هم به صورت مثبت 1 یافت میشه. مثبت 1 آن که در فرمول قسمت بالا است، مثبت 2 آن در قسمت پایین. وقتی که ولانس ها جای به جای میشه، فرمول مورد نظر میشود CU2O2. علامت مثبت و منفی هم که حذف میشود. اعداد دو به هم ساده میشه و نهایت فرمول میشه و CuO. پس در این قسمت عنصر CU دارای چارچی مثبتی 2 است. پس در مرکب اول CU دارای فلز مورد نظر دارای ولانس مثبتی 1 و در مرکب دوم فلز مورد نظر که CU می باشد دارای ولانس مثبتی 2 است. پس در مرکب اول فلز مورد نظر ما دارای ولانس پایین است. چون دارای ولانس پایین است، پس از این فرمول پیروی میکند. پسوند در آخر نام فلز پسوند O, U, S را علاوه میکنیم. خب در آخر هم کلمه اکساید که مربوط به اکساید فلزات میباشد را نوشته میکنیم. نام مرکب مورد نظر شو چی؟ کاپرس اکساید، نام معمولی آن. مرکب دوم را دقت کنید، چون فلز مورد نظر دارای ولانس بلند است، ولانسش حساب کردیم اونجا دیگه درست است، مثبت 2 بود. از پسوند چی استفاده میکنیم؟ IC. پس اول نام معمولی فلز را نوشته میکنیم، بعد پسوند IC را به آن علاوه میکنیم و در آخر هم کلمه اکساید. نام مرکب مورد نظر شد کاپریک اکساید. پس به این طریقه با توجه به نکته ای که برایتان گفته شد در این قسمت، شما میتونید به راحتی مرکبات مورد نظر یا اکساید های فلزات مورد نظر را به طریقه معمولی نامگذاری کنید. خب تا به اینجا با نامگذاری اکساید فلزات به طریقه معمولی آشنا شدید. در ادامه می‌خواهیم نامگذاری اکساید فلزات را به طریقه آیوپک با هم کار کنیم. در نامگذاری اکساید فلزات به طریقه آیوپک به صورت زیر عمل می‌کنیم. ابتدا نام فلز را نوشته می‌کنیم، بعد از او ولانس فلز مورد نظر را به زبان یا ارقام رومی نوشته میکنیم و در آخر هم کلمه اکساید را به آن علاوه میکنیم.
خب با توجه به نکاتی که برای شما گفته شد یا فرمولی که گفته شد میتونیم یک سوال با هم در این رابطه کار کنیم. سوالی قسمی است که نام اکسایدهای زر را به طریقه آیوپک نوشته کنید. دو مرکب Cu2O و CuO برای شما داده شده است. این بار از شما خواسته شده که به طریقه آیوپک نام آن را نوشته کنید. با کمک هم یک جای بر روی تخته سیاه نام مرکبات را نوشته میکنیم. خوب دقت کنید شاگرد ها، در نامگذاری اکساید فلزات به طریقه آیوپک اول نام فلزات نوشته میکنیم، بعد ولانس آن را به زبان رومی و در آخر هم کلمه اکساید را. در مرکب اول دقت کنید، CU نام فلز مورد نظر میشود کاپر. بعد از اینکه نام فلز مورد نظر را نوشته کردید، ولانس فلز مورد نظر را به زبان رومی نوشته میکنه. ولانس CU در پیشتر برایتان گفته شده است که اکسیژن دارای ولانس منفی 2 هست. اگر در این فرمول CU دارای ولانس مثبت 1 باشد، جای به جای شود ولانس های آن میشود Cu2O. پس CU دارای ولانس چند است؟ ولانس مثبتی 1 است. 1 به زبان رومی به این صورت به داخل قوس نوشته می شود. بعد از او کلمه اکساید را نوشته می کنیم. میشه کاپر 1 اکساید. خب مرکب دوم را دقت کنید. نام فلز کاپر و بعد از او ولانس فلز مورد نظر را به زبان رومی نوشته میکنیم. خب اتم اکسیژن دارای ولانس منفی 2، CU دارای ولانس مثبت 2 است. وقتی که جای به جای میشود ولانس ها میشود CuO. پس اتم CU یا کاپر دارای ولانس 2 است. پس به زبان رومی 2 رو اگر نوشته کنیم به این صورت میشه داخل قوس و بعد کلمه اکساید را به آن علاوه میکنیم. پس نامش میشه کاپر 2 اکساید. به این صورت شما میتونید اکسایدهای فلزات را به طریقه آیوپک نامگذاری کنید. خب تا به اینجا با نامگذاری اکسایدهای فلزات چی به طریقه معمولی و چی به طریقه آیوپک آشنا شدید و یاد گرفتید. در ادامه می‌خواهیم که اکسایدهای غیر فلزی را با هم کار کنیم که چه قسمی نامگذاری می‌شود. اما نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی به این صورت انجام میشه. اول نام غیر فلز و بعد از او کلمه اکساید را به آن علاوه می‌کنیم. اما توجه داشته باشید در نامگذاری اکسایدهای غیر فلز، اگر اتم اکسیژنی که در ساختار اکسایدها به کار گرفته شده است دارای یک اتم اکسیژن باشد، در این صورت به نام غیر فلز مورد نظر پیوند مونو به معنای یک را علاوه می‌کنیم و بعد از او کلمه اکساید را.
اما اگر اتم اکسیژن که در ساختار اکساید غیر فلزات به کار گرفته شده است دارای دو اتم اکسیژن باشد، تعداد آن در این صورت بعد از اینکه نام غیر فلز را نوشته کردید از پیشوند دای به معنای دو استفاده میکنید و بعد از او کلمه اکساید را. به همین ترتیب تعداد بر اساس تعداد اتم های اکسیژن از پیشوند های مونو به معنای یک، دای به معنای دو، ترای به معنای سه، تترا به معنای چار، پنتا به معنای پنج و الاخر به صورت پیشوند شما نوشته میکنید. با توجه به این نکته که یاد گرفتین در ادامه با هم یک سوال کار میکنیم. سوال قسمی است نام اکسایدهای زر را نوشته کنید. برای شما سه مرکب CO، CO2 و SO3 داده شده است. از شما خواسته شده که نام آن را نوشته کنید. با هم یک جای بر روی تخت سیاه نام این مرکبات را نوشته میکنید. خب با توجه به فرمولی که برای شما داده شده است میتونیم که اکسایدهای غیر فلزی را نامگذاری کنیم. اول نام غیر فلز را نوشته میکنیم. مرکب اولی را دقت کنید. نام غیر فلز چی است؟ نام غیر فلز اولین عنصر کربن است. کربن را نوشته میکنیم. بعد از اون از پیشوندهای مونو، دای، ترای با توجه به تعداد اتمهای اکسیژن در ساختار مورد نظر انتخاب میکنیم. چون اتم اکسیژن تعداد آن یک تا سه پس از پیشوندی مونو به معنای یک استفاده میکنیم. و بعد از اون کلمه اکساید را به آن علاوه میکنیم. نام مرکب مورد نظر می شود کربن مونو اکساید. مرکب بعدی رو دقت کنید. نام غیر فلز کربن. تعداد اتم های اکسیژن چند تاست؟ دو تاست. پس از پیشوندی دای استفاده می کنیم به معنای دو. و در آخر هم کلمه اکساید. نام مرکب مورد نظر می شود کربن دای اکساید. مرکب آخر را دقت کنید. نام غیر فلز مورد نظر سلفر است. چند تا اتم اکسیژن داریم؟ سه تا. پس از پیشوندی ترای به معنای سه استفاده میکنیم. و بعد از او کلمه اکساید را به آن علاوه میکنیم. نام مرکب مورد نظر میشود سلفر ترای اکساید. پس به این ترتیب با توجه به فرمولی که برای شما داده شده است و شما یاد دارین و یاد گرفتین میتونید مرکبات مورد نظر غیر فلز اکسایدهای غیر فلز را به راحتی نامگذاری کنید. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما تمام شد. امیدوارم که درس خوب یاد گرفته باشید و ما امروز جنبندی درس امروز ما شما یاد گرفتیم که چه قسم میتونیم اکسایدهای فلزی و غیر فلزی را نامگذاری کنیم. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشید و خوب در خانه های خود، در کتابچه های خود این نامگذاری ها را کار کنید و یاد بگیرید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باشد.